الان وقتی که نگاه میکنیم به روند بررسی پرونده های مهاجرین ایرانی کانادا طی چند سال گذشته، به طور کلی یک کاهشی رو میبینیم در میزان تعداد پرونده هایی که موفق میشن و به نتیجه میرسن. کمان که در 2014 حدود 16,000 خورده نفر از ایران موفق شدن که اقامتشون رو بگیرن، 2015 به 12,000 نفر کاهش پیدا کرد، 2016 به 6,000 خورده کاهش پیدا کرد و 2017 انقدر پایین اومده که حتی ما توی 10 تا کشور اول صادر کننده مهاجرت به کانادا نیستیم. در مورد گروه اسپانسرشیپ همسران و امثال اون به روال کارها داره انجام میشه، ولی در قسمت مربوط به گروه اکانومیک مثل گروه اسکیل ورکر، مثل گروه های بیزینسی، متاسفانه میبینیم که موانعی وجود داره و کارها خوب پیش نمیره. فکر میکنین دلیلش چی هست که این تا این حد قابل توجه کاهش پیدا کرده پذیرش درخواست مهاجرت ایران؟ فکر میکنم یه بخشی از ماجرا برمیگرده به سیاست‌های کلی اداره مهاجرت، مثل اینکه مسئله زبان انگلیسی یا فرانسه به شدت اهمیت پیدا کرده و خیلی از متقاضیان ایرانی متاسفانه مشکل دارن با مسائل زبان. ولی بخش دیگه ای هم به نظر بنده برمیگرده به مسائل مربوط به ممانعت ورود به خاطر مسائل سیاسی یا به خاطر مسائل سیکیوریتی و امثال اون، که میبینیم که خیلی با مانع برخورد میکنن ایرانه، یعنی حتی بعد از اینکه مدیکالش رو میدن ممکنه چندین ماه طول بکشه تا پرونده هاشون بررسی بشه. این مسئله رسیدگی به وضعیت در واقع سیکیوریتی و کنترل در وضعیت امنیتی متقاضیان، فکر میکنیم که روندش آیا مشابه هست با دیگر مهاجرینی که غیر ایرانی هستند و تقاضا میدن، یا اینکه ایرانی ها به دلیل به هر حال شرایط خاص ایران بیشتر مورد توجه قرار میگیره و زمان بیشتری میبره پس بنابراین به تعطیل میفته؟ حالا بنده از تجربه شخصی خودم میگم، چون بخش قابل توجهی از مشتریان شرکت ما اروپایی هستن و کاملا این تفاوت رو میبینم که چقدر نسبت به ایرانی ها سختگیری ها بیشتره نسبت به اروپایی ها. حتی ما با آمریکای جنوبی هم که کار میکنیم، موانعی که برای اونها وجود داره به مراتب کمتر از موانعی هستش که برای ایرانی ها وجود داره. خب اخیرا در سوالی که من شخصا از وزیر امور مهاجرت کردم، ایشون گفتن که بخش رسیدگی به وضعیت امنیتی متقاضیان به اداره به وزارت مهاجرت مربوط نیست، به وزارت امنیت عمومی کانادا مربوط هستش، بنابراین اینها تقصیری ندارن. شما در تماس بودین با وزارت امنیت عمومی و میدونید که اونها در چه مراحلی بیشتر طول میکشه رسیدگی بشه؟ متاسفانه سازمان سیسیس پاسخگو نیست به ما. قبلا یه مسیری وجود داشت که ما میتونستیم در مورد موکلینمون باشون تماس بگیریم و پیگیری بکنیم که چرا پرونده اینقدر طول کشیده برای بررسیش، ولی الان چند وقتی هستش که اون راه ارتباطی رو هم این سازمان بسته و همینطور که ایشون هم جناب وزیر هم گفتن، متاسفانه وقتی هم که میریم پیگیری میکنیم از طریق راههایی که وجود داره، در نهایت به اینجا میرسیم که میگن که از دست ما خارجه، در اختیار سازمان سیسیس هست و ما کار خاصی نمیتونیم بکنیم. حالا پرونده هایی که رد میشه به هر شکلی بیشتر در چه زمینه هایی هستش که رد میشه؟ آیا به دلیل ندانستن زبان؟ آیا امتیازهای خاص دیگه میگیرن؟ آیا به نسبت مقایسه‌ای که شما با متقاضیان غیر ایرانی دارید، ولی ایرانی ها بیشتر به چه دلیل رد میشه؟ والا بیشتر رد شدن، بیشتر از اینکه مشکل رد شدن ما داشته باشیم، مشکل مانع شدن برای رسیدگی هست. ولی در گروه اختصاصا در گروه خود اشتغالی متاسفانه روندی که اخیراً اتفاق افتاده اینه که پرونده های زیادی رو منتقل کردن به دفتر ورشو و اینها رو به بهانه های مختلف دارن رد میکنن و من خیلی احساس نمی کنم بر اساس شرایط خاص اون پرونده هاست، بلکه گویا اینکه دستورالعملی صادر شده که این پرونده ها رو ریفیوز بکنید و به نتیجه نرسید. حالا این پرونده های خود اشتغالی یه خورده بیشتر توضیح بدیم که بیشتر شامل چه افرادی میشه؟ نه، گروه اصلی اینها گروه هنرمندان هستند و گروه ورزشکاران. یه بخشی هم داشتیم به عنوان گروه کشاورزان که اون رو حدود 6-7 ماه هستش که متوقف کردن و پرونده جدید نمیپذیرن، ولی عمده اینها یا هنرمند هستن، توی فعالیت‌های فرهنگی هستن یا ورزشکار هستن.
حالا اخیراً صحبتی پیش اومد و خبری منتشر شد که یک شکایت دست جمعی برای این گروه از متقاضیان خود اشتغال در واقع به دادگاه عالی کانادا ارائه شده. میخواستم توضیح بدیم که آیا این پرونده ها به چه شکلی اصلا به شکایت جمعی رسید؟ واقعیتش اینه که ما اوایل ماه اپریل متوجه شدیم که پرونده ها رو از دفتر آنکارا منتقل کردن به دفتر ورشو و رد کردن این پرونده ها شروع شد. اول سعی کردیم با دفتر ورشو تماس بگیریم و با مدیر مسئول در واقع واحد مهاجرت ورشو تماس گرفتیم و اونها به نتیجه نرسید، تماس هایی که گرفتیم و تلاش هایی که برای رایزنی با اونها داشتیم و چاره‌ای ندیدیم جز این که باید یه کاری کرد و در واقع از طریق دادگاه فدرال از ایشون شکایت کرد، که خب خوشبختانه خانم پانتا جعفری این مسئولیت رو پذیرفتن و خیلی سریع تعداد خیلی زیادی از عزیزان، کسانی که چه مشتری های من بودن یا با بقیه مشاورین مهاجرت یا وکلای مهاجرت کار کردن یا خودشون مستقلن کار کرده بودن، به این جمع پیوستن و به خودی خود ظرف 3-4 ماه پیش شکایت بسیار بزرگ شد. میدونیم که ایرانی های بسیار زیادی هستن در ایران که مایل هستن که به کانادا مهاجرت بکنن. در خبرها هم گاه و بیگاه میشنویم که کسانی از ایران ویزای در واقع ویزیتور گرفتن و اومدن، اما در مدخل ورود به کانادا اینها رو گرفتن و دیپورت کردن. این به چه دلیل هست؟ متاسفانه گویا یک جریانی در ایران وجود داره که آژانس‌هایی هستند که میان و برای افراد مدرک سازی میکنن. حالا این مدرک ها مثل مدرک ازدواج تقلبی است یا اینکه براشون فرزند درست میکنن یا مشاغل غیر واقعی میگن و بعضی وقتا دفراغ اداره گمرکات کانادا از طریق مجاری اطلاعاتی که داره متوجه این اشتباهات و نادرستی ها میشه، بعضی وقتا در مصاحبه‌ای که هنگام ورود با شخص میکنن متوجه این مسائل میشن و خب طبیعتا این مسئله بسیار بزرگیه. در اصطلاح حقوقی اینجا بهش میگن میس رپرزنتیشن و اون شخص نه تنها ورودش به کانادا ممنوع خواهد شد، بلکه به مدت 5 سال به هیچ شکل نمیتونن برای هیچ روش مهاجرتی به کانادا اقدام بکنن. خب مگر اینها نمیرن از یک جایی ویزای ورود به کانادا رو اینا دریافت میکنن؟ اون ویزا آیا رسمی هست یا نیست؟ آیا مقامات کانادایی به اون مدارک یک جایی رسیدگی کردن یا نکردن؟ بل این برمیگرد به اصل 180 آیین‌نامه‌های مهاجرتی کانادا که در اون اصل میگه که شما وقتی که وارد کانادا میشین هم باید در لحظه صدور ویزا شرایط ویزا رو داشتین، هم در لحظه ورود به کانادا، و این قدرت رو به افسر اینجا میده که حتی اگر افسری که دفعه اول پرونده رو بررسی کرده بوده از دستش در رفته و متوجه نشده که اشکالاتی در این پرونده وجود داره، موقع ورود ممانعت به وجود بیاره از ورود اون شخص به کانادا. توصیه شما به کسانی که مایل هستند حالا چه به صورت توریستی و یا به صورت مهاجرت عادی سرمایه گذاری و خود اشتغالی بخوان به کانادا بیان چی هست؟ از کجا شروع بکنن و چه مراحلی رو طی بکنن که دچار این مشکلات نشن؟ به نظر من بزرگترین مشکل اینه که افراد متوجه نیستن که مهاجرت مسافرت نیست. اگر قصد شما مهاجرت به یک کشوری است که زبانش انگلیسی است یا زبانش فرانسه است و شرایط خاص خودش رو داره، با توجه به شرایط اونجا تا میتونید در مورد این کشور تحقیق بکنید، خودتون رو آماده بکنید، سطح زبان انگلیسیتون رو ببرید بالا، با سازمان‌های اینجا در ارتباط باشین و به هر کسی اعتماد نکنید. سعی بکنید که از مجاری استفاده بکنید که این مجاری پیرو قانون هستن، مسائل رو دنبال میکنن که حتی اگر خدای نکرده مثل موردی که پیش اومد برای گروه خود اشتغالی، حداقل بشه از طرق دیگه ای ازتون دفاع کرد و مسائل و مشکلات رو حل کرد. شما به عنوان یک سازمان مهاجرتی مستقر در کانادا وقتی که با وزارت امور مهاجرت و شهروندی تماس میگیرید و اطلاعات میگیرید، چقدر با شما همکاری میکنن به عنوان یک سازمانی که بیشتر با ایرانی ها داره کار میکنه؟ بله، مشکل خاصی رو من ندیدم از این جهت، یعنی به همون شکلی که با من برخورد میشه با بقیه سازمان ها و شرکت های دیگه هم برخورد میشه. تا امروز خدا رو شکر از لحاظ ارتباط برقرار کردن و اطلاعات گرفتن تا امروز با اداره مهاجرت مشکل خاصی رو نداشتیم. وزیر امور مهاجرت و شهروندی کانادا اخیراً در اطلاعیه‌ای که از طرف دفتر وزارتیشون منتشر شد مستقیماً از ایرانی‌ها دعوت کرد که بیشتر به کانادا مهاجرت بکنند. آیا این به نظر شما کمی متضاد نیست با اینی که از یک طرف دعوت می‌کنند که تعدادی بیشتری بیان
ولی از طرف دیگه موانع بیشتری گذاشته میشه، حالا چه از نظر کنترل امنیتی چه از لحاظ دیگری که ایرانی های کمتری بر اساس آماری که شما ارائه کردین کمتر وارد میشن. والا فکر میکنم که سیاستمدارای امتیاز بزرگ نسبت به ما دارن، اما اونم اینه که خیلی حرفا رو میتونن بزنن که واقعیت نداره. کما اینکه ایشون چند وقت پیش من جایی بودم فرمودن که ما تضمین میکنیم که گروه اسپانسرشیپ همسران ظرف کمتر از 12 ماه همه کارشون انجام بشه، ولی واقعیتش اینه که چنین تضمینی وجود نداره و خیلی موانع پیش میاد بعضی اوقات سر راه که اون دوره رسیدگی به پرونده خیلی طولانی تر میشه. به نظر من خیلی توجه نکنم به وعده های سیاستمدارا، توجه بکنم به شرایط خاص پرونده خودشون و سعی کنن خودشون رو آماده بکنن برای مشکلات و موانعی که امروز متاسفانه برای ایرانی ها وجود داره. سازمان شما اخیراً در همین چند روز اخیر مواجه شد با یک مسئله دیگه و دیپورت کردن تعدادی از کسانی که اجازه کار داشتن و به کانادا اومده بودن و اینا از کانادا رانده شدن. این موضوع رو توضیح بدین که چی؟ بله، متاسفانه 5 نوامبر که میشه حدود 4 روز پیش 21 نفر از مکزیک وارد کانادا شدن و اینها رو همون صبح دستبند زدن، به یک بازداشتگاه منتقل کردن و بعدش هم در نهایت 11 شب اینها رو از کانادا اخراج کردن، بیشترشون رو اخراج کردن، فقط 5 نفرشون موندن، که البته اون رو ما داریم راجبش تحقیق میکنیم، ما با خود اون افراد در تماس هستیم و داریم تحقیق میکنیم که چرا چنین اتفاق افتاد و چیکار میتونیم بکنیم که جلوی این مسئله رو در آینده بگیریم، به خاطر اینکه مکزیکی ها مثل اروپایی ها بدون اینکه ویزا بگیرن اجازه ورود به کانادا دارن، ولی متاسفانه مرتب داریم میبینیم افراد مختلفی رو که علارغم این مسئله جوری که باهاشون برخورد میشه متفاوته با جوری که با اروپایی ها برخورد میشه.